سلام ای ماه زیبا، ای ماه دلبند. سلام ای ماه زیبا، ای ماه دلبند، که هستی بهترین اسباب پیوند. چه پیوندی، چه پیوندی وصال قطره لیز به دریای عنایات خداوند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت شما بخیر دوستان عزیز. آرزوی صحت و سلامتی یک و یک شما را دارم. آرزو میبرم در هر کجایی که هستین خوش باشین و از گزند روزگار در امان. خوشحال هستم در چهارمین روز برنامه افطاری به گونه زنده، ما بشیر سیرت همراه با زاهده صدیقی و فدا محمد امیری در خدمت شما هستیم. آرزو میبرم خداوند طاعات و عبادات تان قبول بگردانه و هر خواست شرعی که داری به برکت روزی ماه مبارک رمضان خداوند حاجات مشروع و شرعی همه ما و شما را برآورده خیر بگرداند، چون ماه رمضان ماه قبولی دعا هست. و آرزو دارم که هر کدام ما و شما دعا کنیم و هر آنچه که از خدا میخواهیم بخواهیم انشاءالله که خداوند او را برآورده خیر میگرداند. دوستای عزیز، اولین مهمان ما امروز در برنامه افطاری جناب قاریس میلاد عطا هستند. از ایشان صمیمانه خواهش میکنم برنامه امروز ما را با چند آیت از کلام پاک آغاز کنند. جناب قاریس بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم خلق الإنسان. الله أكبر، ما شاء الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. الله أكبر. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الله أكبر. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل
الأصل ذات الأكمام. صدق الله العظيم. بسیار زیاد تشکر. خداوند شما را سلامت داشته باشه. خداوند عمر بیشتر، علم بیشتر بر شما نصیب بگردانه. تشکر از جناب خالصه. باز هم از آقای متی الله سرور، خبرنگار و مسئول بنیاد خیریه باران سیمانه، خواهش میکنم که بیاین و با ما بپیوندن. جناب سرور عزیز بفرمایید. خوش آمدین. سیرت خوش آمدین. سلام. بسیار تشکر از اینکه دعوت افطاری پذیرفتید. تشکر. بخیر و سلام. کامرا در خدمت شما هست. سلامی حتما دارین با بیننده. بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. به نام پروردگار عالمیان که قلم را آفرید و در کتاب مقدس خیش به آن سوگند یاد کرد. درود بر رسول مقبول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم. سلام خدمت تک تک روزداران عزیز که همین اکنون برنامه افطاری را با بشیر سیرت از طلوع تماشا می کنند. امیدوار هستم که روز چهارم ماه مبارک رمضان را به خوشی و با قوت ایمان سفری کرده باشید. تشکر. زیاد تشکر و خوشبختانه که من دو تا همکار دیگه هم دارم در استودیو. زاهد صدیقی همچنان با ما هست، برنامه را پیش میبره، و فدا محمد امیری، یکی از چیرت‌های خوب آشپزی. بفرمایید بین ما شما بالای سفره افطاری می نشینیم. بفرمایید. خب در لحظه افطاری تراوت وجودتان را با جوس پارادایس احساس کنید. تشکر. تشکر از پارادایس. حتما انشاءالله که پس از اذان از این خواهیم نوشید. طعم سیب هست و یکی از خوش ذائقه ترین جوزها، بخصوصا طعم سیب که بیشتر علاقه من داره. خب سرور عزیز، انشاءالله که ماه مبارک رمضان تا این فرصت خوش گذشته باشه. شکر. الحمدلله. به هر حال شکر، فضل خدا خوب مگذره و خوشبخت به ای هستیم که رمضان در وقتی قرار گرفت، در جریان سال قرار گرفت که یکی خو آغاز سال بود، دیگه هوا بسیار خوب است، معتدل است، یعنی گرمی نیست، و ما از جمله خوشبخت ها هستیم که در این سال رمضان را آغاز کردیم. و انشالله به تمام هموطنان عزیز و به تمام مسلمانانی که در افغانستان زندگی میکنن خوش خواهد گذشت. انشالله. و پیامبر صلی الله علیه وسلم دعا میکرد که خداوند ما را به رمضان برسان. یاب شما که گفتین ما از خوشبخترین انسان ها هستیم که ماه مبارک رمضان به او رسیدیم و روزه میگیریم، و خداوند ما را توفیق بیشتر نصیب بگردانه. فرمایید. خب این هم خرما. با خرما افطار تانه کنین و بعد صبح هم برای شما فدا ماما جان ریخته میشه که استفاده کنین. دسترخوان افطاری تان را با محصولات خوش ذائقه سوپرکولا زیبایی ببخشید. سوپرکولا کیفیت از آن ماست. تشکر از سوپرکولا. طعم آلوبالو هست و آلوبالو در این فصل ذائقه خاص خود داره، مزه خاص خود داره، چون به گلو میشه که هنگام افطار استفاده کنه و همو گلو یک تراوت و زیبایی خاص ببخشه. خب فدا محمد جان هم کنار ما ایستاده هست. خوش آمدی و آشپزی امشبت، زحمت کشی های امشبت چی هست؟ تشکر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام خدمت خودت سیرت و مهمان گرامی قاری صاحب عزیز، و یک سلام هم خدمت بیننده های عزیز که همین لحظه بیننده برنامه افطاری هستند. انشاءالله که این روز هم به خوبی و خوشی تا به حال با پایان رسانده باشین و طاعت عبادتتان قبول باشه. امروز طبق معمول هر روز پیش غذایی ما سوپ آماده کردیم که پالک و نخود است و زرشک پلو داریم، همچنان کباب دیگی از گوشت گوساله داریم، برانی کوبیده کدوگک از البته که فکر کنم یکی از نوآوری های خودم از این غذا آماده کردیم، و همچنان یک کباب داشی از گوشت مرغ آماده کردیم. فروت سالاد، مکس فروت سالاد داریم و همچنان یک سالاد مدیترانه ای داریم که روی میز است. تشکر. سلامت باشین. خب در مورد این برانی بانجان چی گفتین؟ یک کلمه؟ برانی کدوگک. تشکر. برانی کدوگک. یک چیز دیگه هم اضافه کردین با او.
کوبیده گفتید. کوبیده بله. خب بفرمایید برای میمونا بریزین. من چون افطاری دادن از نظر اسلام ثواب خدا داره و مخصوصا در فرهنگ افغانستان و ما افغان ها همه میدونن دیگه که یعنی در مهمان نوازی ویژگی منحصر به فرد خدا داریم. به مخاطر فدا ماما جان هم زحمت زیاد میکشه تا برای مهمانای ما یک افطاری خوب آماده کنه چون ویژگی منحصر به فرد افغان ها هست. امی قسمت جناب آقای سرور بله. میشه که بسیاری ها مثلا ما در خانه ممکن برای خود یک غذای معمول بفرمایید شما یک غذای معمول آماده کنیم اما زمانی که مهمان میآید زحمت کشی های خود می داشته باشیم. خب تشکر. بفرما فدامت جان برنجه بگی برای جناب قاری صاحب هم بریز. مرا خیره برای قاری صاحب بریز ما. خب آب میوه 100% طبیعی نیتروسی با طعمهای مختلف به بازار آمد. اول امتحان کو بار بار نوش جان کو نیتروسی جوس واقعی. تشکر از نیتروسی. انشاءالله که امروز استفاده میکنیم. طعم مالته هست و طعم انار، سیب و ام داره. هر کدامش ویژگی خاص خود داره. خب سرور عزیز کم کم غذا هم بگیرین دیگه انشاءالله قصه هم میکنیم. بلکل. خب گپ خوبی هست. سرور عزیز خوب است که شما خودتان بگوین سرور کی هست؟ تشکر. سیرت صاحب گرامی مطیع الله سرور زاده ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر قریه سرخاب و فعلا باشنده شهر پلالم مرکز ولایت لوگر. خب بسیار خوب بسیار خوب. فعلا در لوگر زندگی میکنید؟ بله فعلا در لوگر زندگی میکنم و قبلا ما به کابل در خیرخانه زندگی میکردیم. از لیسه عالی حبیبیه فارغ هستم و به تعقیبش از حقوق علوم سیاسی پانتون تابش فراغت به دست آوردیم. در زمان صنف ده مکتب بودم که با رسانه ها همکاری داشتم و از صنف ده مکتب کار آغاز کردیم. در اون زمان رادیو شنوندی خاص خود داشت و اولین رادیوی محلی بود که در سال 1383 در ولایت لوگر در یکی از ولسوالی ها ایجاد شد و ما یعنی فقط روزهای جمعه میرفتم از اینجا به حیث کارآموز کار میکردم. کار یاد میگرفتم. ذوق فطری و خاص فطری تان بود که باید با رسانه کار کنین. بله. تشکر. با شما حرف و حدیث میداشته باشیم. یک میان برنامه میگیریم و پس از میان برنامه حرف و حدیث خود با جناب آقای سرور انشاءالله ادامه میدیم. تمنای همراهی شما را میخوایم. خوش آمدین. ادامه افطاری از شبکه طلوع به گونه زنده بیننده هستید. دوست عزیز آقای مطیع الله سرور و جناب قاری صاحب میلاد عطا بالای سفره افطاری با ما هستند. آرزو دارم که افطار امروز شما با ما خوش گذشته باشه و خوش بگذره. بسیار عالی بود فدا آمد جان. غذای عالی پخته کرده بود و یک چیزی که من میخوام یادآوری کنم که زرشک پلو یکی از غذاهای مورد علاقه ما است. من میفهمم که فدا محمد جان هم برش الهام شده بوده دیگه. بلکن. من که مهمان امروز ذوقش زرشک پلو هست واقعا که بسیار عالی پخته. فدا محمد یک ویژگی منحصر به فردش این است که بسیار با سلیقه شما میبینید که دیگه با چه ظرافت میزه آراسته میسازه. اما گفته ایرانی های ما که دستشان درد نکنه. سلامت. تشکر. جا داره تشکری کنم از شرکت صنعتی پامیر سکلت، اولین و بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت در سطح افغانستان، بابت اسپانسر برنامه افطاری سال 1402 هجری شمسی. تشکر از کل اسپانسرها یا تمویل کننده های برنامه افطاری. در جریان برنامه انشاءالله از انواع جوس ها که جه هست به میمانای خود تعارف خواهد کردیم و خوب است که ذائقیشان میمانای ما هم داشته باشه. سوالی را که قبل از وقفه از شما مطرح کردم در مورد آغاز کارتان با رسانه گفتین که از 10 سالگی شروع کردی. خوب هست در این مورد چند تا حرف و حدیث از بگوید. البته سیرت به صنف ده مکتب بودم که من کار به رسانه ها آغاز بله. کردم و در اون زمان سال 83 بود که یکی از رادیوی محلی نشرات خود در لوگر در یکی از ولسوالی ها آغاز کرد و آهسته آهسته تقریبا حدود 2 سال تا که از مکتب من فارغ شدم
یعنی کار رسانی رو من خوبتر و بیشتر یاد گرفته بودم. چقدر خوب. بعد از امو باز با دیگر رسانه ها همکاری داشتم و بالاخره تایی که میدیا ترینر مقرر شدم در یکی از پروژه ها دفتر از البته از طرف USAID حمایت میشد و دفتر باز ما رفتیم به ولایت هلمند و اروزگان. یعنی در سال 2008 ما به ولایت اروزگان و هلمند بودیم. در اون زمان یادم میاد که ما وقتی کورس های آموزشی برای خبرنگاری دایر میکردیم در ولایت، یعنی یک فارغ صرف 12 را پیدا کردن نمیتونستیم. خیلی مشکل بود. ما جوانانی که صرف 9 بودن، صرف 10 مکتب بودن، اونا را می آوردیم در کورس میشاندیم و برشان آموزش میدادیم. بعد از او باز یک رادیوی را برای اونا ایجاد میکردیم تا اونا طریقه را به شکل درست یاد بگیرن و بالاخره خودکفا شون و رادیو را بتونن خودشان با پا استارت کنن و پیش ببرن. سرور عزیز، ما زمانی که خبر شدم مهمان ما شما هستید، یک مقدار در مورد شما تحقیق کردم. شما مسئولیت یا رئیس یکی از رادیوهای خصوصی در ولایت لوگر هستین. این با چه هزینه شما تأسیس کردین؟ یعنی سرمایه تأسیس یک رادیو از پدر برای شما مانده بود یا همی که از 10 سالگی خودتان آغاز به کار میکنین و برای خود یک مقدار پول هزینه میکنین و این پول سبب میشه که شما در فکر ساختن یک رسانه باشید؟ سیرت صاحب، من یک چیز را براتون بگویم که خیلی دردآور خواهد باشه. من یک به گفته عامیانه یک غریب بچه بودم. ما میخواییم روی امی نکته باید تمرکز داشته باشین شما. و یعنی در زمانی که من مکتبم میخواندم صرف حمایت پدر و مادر با ما بود و پیش میرفتم. یعنی من متاسف بایستم که هیچ برادر آمده این راستا همراه من همکاری نداشتن. بدون از اینکه برادر بزرگم سلطان سرور نام داره، او در پراگ میباشه، در رادیو آزادی کار میکنن. اونا همیشه مرا حمایت کردن، دستگیری کردن. یعنی دیگه برادران مرا هیچ حمایت هم نکردن. اما من خوشبخت و خوشحال به این هستم که دعای پدر و مادر بود که تا این سرحد رسیدم که بتوانم یک رادیو خصوصی داشته باشم، یکی از بخشا از تجارت شخصی داشته باشم و در ضمن بتوانم یک بنیاد خیریه را بسازم که خدمت به هموطنان عزیز خود کنم. چون بالای خودم تجربه شده و خودم از درد مردم البته میدانم و احساس میکنم. بله، فقر تجربه کردیم. یعنی من یک قصه جالب براتون کنم. یکی از روزها من از لیسه حبیبیا به خانه میرفتم، خیرخانه. جالبی بود که در اون وقتا میلیبس ها خیلی فعال بود. در سال 83 و 84 هندوستان کمک کرده بود، خیلی زیاد میلیبس ها بود در حکومت موقت کرزی. و در میلیبس من یک بیستی را یافتم، در زیر پای افتاده بود. یعنی او را آنقدر خوشحال شدم که بیستی را ورداشتم در جیب خود کردم که باش کس را میدانه کنه که بیستی از من بود. یعنی جالبی بود که بر 20 روپه، مثل که ما برات بگم در اون زمان برای من 20,000 افغانی بوده باشه. یعنی این واقعیت هایی است که روزگار تلخ ما تجربه کردیم که بالاخره به این سرحد رسیدیم. تشکر. با معذرت، من این حرف و حدیث از شما میگیرم. من در مورد شما مطالعه کردم و میدانستم که از شما از کجا آغاز کردین. من فقط میخواستم یک پیام داشته باشین و او را گرفتیم از این لابلای صحبت های شما. فقط بعضی از جوان هستن که میگن ما باید صاحب یک سرمایه باشیم که یک کار آغاز کنیم. شما از هیچ آغاز کردین و خوشبختانه موفق شدیم. امروز سبب شد که شما یک بنیاد داشته باشین. با شما برمیگردیم ان شاء الله. و حدیثی داریم با شما در میان خواهیم گذاشت سوالات خود و از شما پاسخ شاید دریافت خواهیم کرد. میان برنامه کوتاه و در ادامه برنامه افطاری. به نام سوره های پاک قرآن، به ذکر تک تک آیات رحمان، به استقبال گرم روزه آییم که لذت ها بریم از فیض یزدان. درود و سلام خدمتتان، امید جور سرحال باشین، افطار خوب و خوش را سپری کرده باشین و از طاعات و عباداتتان قبول درگاه حق و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکرده باشین. امروز روز چهارم روزه بود. ما زاهده صدیقی با همکارایم در خدمتتان هستیم. امید که شما هم جور سرحال باشین و قسم که شما هم میفهمین در هر برنامه ما با دو فامیل مساعدت میداشته باشیم. قبل از اینکه فامیل را ما به معرفی بگیریم، خوب است که بگوییم در لحظات ملکوتی افطار تراوت وجودتان را با جوس پارادایس امتحان کنین. طعم انگور است و یک طعم بسیار عالی. شما هم میتونین ازش استفاده کنین و نوش جان کنین.
سپاس فران از هموطنان ما که بر ما پول ارسال کردن تا ما در برنامه دست هموطنان نیازمند ما را گرفته و برشان مساعدت داشته باشیم. فامیل که امشب قرار است در برنامه با ما باشند و ما امرای فامیل مساعدت داشته باشیم، فیض محمد پدر طفلی است که در اثر عملیات فلج شده، قبل از عملیات در کمر خود دانه داشت و در هنگام عملیات رگ نخای شوکی آن قطع شده که سبب فلج طفل شد. آتیه دختر 6 سالش که از 3 سال به این سو فلج می باشد و فیض محمد 3 طفل دیگر هم دارد که خودش شغل آزاد دارد و مسئولیت یک فامیل 5 نفره را دارد. شرح بیشتر در بسته تصویری. فیض محمد هستم، باشنده چاخلای وزیرآباد. دیگر آسیا جان دخترکم تکلیف دارم، مریض است، جور تیار بود. بعد از اینکه دانه پیدا شده که مرضی، باز ما بسیار با تشویش شدیم، اینا بردیم شفاخانه صحت طفل. دکترای صحت طفل بر ما گفت که این دانه را باید عملیات کنین، اگر نتیجه داد خانه جور میشه، اگر نداد باز توکلشون به خدا. باز ما این عملیات کردیم، چه وقت یک کنی ما دیگه بستر موندم اونجا. با مرور زمان پاک خدا کم کم خوش کرده، آساسا اما تو مونده دیگه اقتصاد ما ضعیف است که ما این را ببریم پاکستان یا هندستان ببریم، چون کل دکترها ما را جواب داده، دکترای فرانسه‌ای زنجیر امید، شیخ زاید، همش ما را گفتن که طفلک ببرین اندسان ببرین که تداویش اونجا میشه، اینجا امکانش نیست، بسیار مشکل است. آرزو دارم که مثل دیگه دخترکای واره، دیگه برادرزادای واره، بعضی همسایه‌ها را که من میبینم بسیار رنج میبرم از پیشش. خواهش میکنم از دوستا که کمک کنن امرایم که آسیا جان رو برم تداویش بکنم. خوش آمدین. افطاری به گونه زنده از طلوع بیننده هستید. دوستای عزیز، تشکر از تک تک شما که به آدرس موبی گروه پول ارسال کردین تا ما نیازمندها را و آنانی که نیاز دارن اونا را برنامه افطاری دست بگیره. یک نکته را من امیدوار هستم که فرصت ضایع نشه، دوستا باید متوجه شوند. فرض کنین یکی از خانه اعضای فامیل ما در خارج هست، اونا برای ما پول ارسال میکنن که ما فرض کنین برای عید خود لباس بگیرم، یک مورد. و متوجه باشین امی فرد پول ارسال میکنه که برای یک نیازمند کمک شود، این کمک سبب میشه که جان یک انسان نجات پیدا کنه. این دو تا کمک فرق میکنه. سروری عزیز، شما با یک کمک یک کسی را لباس کهنه شا تبدیل به نو میکنین، اما با یک کمک شما جان را جان میبخشین. ما امیدوار هستم که این نکته ای ظرافت را دوستا متوجه شوند. فهرست اسامی مساعدت کننده های برنامه افطاری شبکه طلوع و رجمات شبکه لمر تاریخ 3/26/2023. از طرف شورای تجاران افغان مقیم امارات متحده عرب 1 میلیون افغانی سهم، امشب 33000 افغانی. بنیاد خیریه اتاق تجارت بین المللی در افغانستان 600000 افغانی سهم، امشب 20000 افغانی. بنیاد خیریه اچ بی 3 میلیون افغانی سهم، امشب 100000 افغانی. بنیاد خیریه رحمانی 1,500,000 افغانی سهم، امشب 50000 افغانی. شرکت هوایی کام ایر 1 میلیون افغانی سهم، امشب 30000 افغانی. حاجی نور محمد قادری تاجر ملی از ولایت بلخ 750000 افغانی سهم، امشب 25000 افغانی. الحاج حبیب الله پیرزاده رئیس مجتمع شرکت های ACCL International 900000 افغانی سهم، امشب 30000 افغانی. عمر و شیلا از لاس انجلس امریکا 168000 افغانی سهم، امشب 8000 افغانی. احمدی از ولایت کابل 450000 افغانی سهم، امشب 15000 افغانی. بیبی حاجی از میلند امریکا 300000 افغانی سهم، امشب 10000 افغانی. محمد قاسم امینی و فامیل آن از ناروی 150000 افغانی سهم، امشب 5000 افغانی. عبید رسولی از شهر آلکورف کالیفرنیای امریکا 83883 افغانی سهم، امشب 10000 افغانی. بیبی حاجی از تورنتوی کانادا 186000 افغانی سهم، امشب 6200 افغانی. بنیاد خیریه ندا زاهد 150000 افغانی سهم، امشب 5000 افغانی. منصور از کابل 150000 افغانی سهم، امشب 5000 افغانی. حاجی میرویس نصیری از هامبورگ جرمنی 60000 افغانی سهم، امشب 5000 افغانی. یک دوست از ادمنتون کانادا 180544 افغانی سهم، امشب 5044 افغانی. ارسلان عمریال پوپل
علمیار پوپل 24718 افغانی، سم امشب 5006 افغانی، بی بی حاجی نسیمه از سان فرانسیسکوی کالیفرنیا 58488 افغانی، سم امشب 5000 افغانی، بنیاد خیریه حبیبیار 1,200,000 افغانی، سم امشب 50000 افغانی، سمیه شریفی 18910 افغانی، سم امشب 6750 افغانی، عمر حیدری 12200 افغانی، سم امشب 5000 افغانی، بی بی حاجی نفیسه ابراهیم از لاس آنجلس امریکا 15924 افغانی، سم امشب 5000 افغانی، الحاج عبدالوکیل فرحت و خانمش از آلمان 49500 افغانی، سم امشب 5000 افغانی، شمیم و خانمش از شهر اوشاوای کانادا 3000 دلار امریکایی، سم امشب 100 دلار امریکایی، حاجی گل و خانمش از پینکرین کانادا 3000 دلار امریکایی، سم امشب 100 دلار امریکایی، حبیب الله از خارج 14000 دلار امریکایی، سم امشب 500 دلار امریکایی، فامیل امینی از هامبورگ جرمنی 1000 یورو، سم امشب 50 یورو، و کارت مواد اولیه شامل آرد، برنج، روغن، چای سبز، بوره، لوبیا و غیره از طرف شرکت هجرت عزیزی لیمیتد در مجموع 444000 افغانی و 700 دلار امریکایی و 50 یورو مساعدت شده که تقسیم به دو حصه مساوی برنامه افطاری تلویزیون طلوع و برنامه روژمات تلویزیون لمر که سهم امشب برنامه افطاری 200 دلار و 22000 افغانی، 350 دلار امریکایی و 25 یورو می باشد که این سهم به دو خانواده در برنامه افطاری به گونه مساوی تقسیم می گردد که سهم هر فامیل 126000 افغانی می باشد. من این پول برای آقای سروری می توانم همچنان با کارت از طرف بنیاد امید فردا و از طرف شرکت هجرت عزیزی آقای متیولای سرور هر مقدار پولی که خودشان خواستن بالای از این علاوه میکنن و میتن برای مهمان ما. تشکر سیرت صاحب، ما مبلغ 15000 افغانی به خداوند شما را سلامت داشته باشه، هدیه میکنم. خداوند شفای کامل و مریضتان خدا شما را خیر بده. سلامت باشین. تشکر دوست عزیز، ادامه برنامه ما پس از لحظاتی. ادامه برنامه است. با سفراوان از شما که بیننده ما هستین و همچنان از هموطنای ما که از داخل و از خارج از کشور بر ما پول ارسال کردن تا ما دست هموطنای نیازمند ما را گرفته و گوشه از مشکلاتشان را حل بسازیم. سپاس فراوان از تمویل کننده های برنامه ما سوپرکولا با محصولات سوپرکولا دسترخان افطاریتان را زیبایی ببخشین. سوپرکولا کیفیت از آن ماست و طعم شفتالو است، یک طعم بسیار عالی، شما میتونین استفاده کنین و نوش جان کنین. فامیل دوم که امشب در برنامه با ما می باشند و مساعدت می شوند خانم راهله، مادر دو طفل معیوب است که در اثر افتیدن از گاز و تب هر دو فلج شدند. همسرش بریاله نام دارد و در پایش استخوان برآمده و در خانه می باشد. شرح بیشتر در بسته تصویری. هفتاگه طفل دارم، دتاگه کش فلج است، یعنی دخترکم که سهر جان نام داره 16 ساله است، دخترکم از اینا افتاد، دخترم فلج شد. مصطفی جان 13 ساله است، تاو شدید کرد، بسیار دیگه تاو شدید کرد، سرش نفهمیدم یا فلج شد. بردمشان شفاخانه افغان، وزیر اکبر خان از اینچه شفاخانه افغان سویز بردم، گفت که تداویشان میشه، امکان داره، او اخمه پیسه و پول نداشتم. حال کلان شدن روز بر روز. بسیار زحمت دارن دیگه این بچه ها که پر چیزا کار دارن. حالا پدرشان هم بسیار زیاد مریض است، همین کوری های پایش استقان کرده، کار کرده نمیتونه، وضع اقتصاد نیست. یک بچه ها که مست او گک میره او فروشی میکنه در پت او سر میبره، هیچ چیز نمیشه. پدر اولاد های با یکایش عملیات چه کال خدای ناخسته او به پالیم نفته، من چی چاره چی کنم دیگه، انتده تا اولادم پیشم کتک. خودم میفهمم، خدای میفهمم که من یارو چی رقم تا و بالا میکنم. هیچ کس از دل کس نمیه، خودم میفهمم که می اولادای من چی رقم تا و بالا میکنم. حالا از هم وطنای میخوایم برم کمک کنم که پدر شد دادوی کنم پایش. بله
در خدمت شما هستیم، بیننده افطاری هستیم. آب میوه 100% طبیعی نتروسی با طعمهای مختلف به بازار آمد. اول امتحان کو، بار بار نوش جان کو. نتروسی جوس واقعی. تشکر. طعم سیب هست و طعمهای مختلف دارد. طعم انار، مالته و ام. همچنان سیب که در کنار ما بود. فهرست اسامی مساعدت کننده های برنامه افطاری شبکه طلوع و روجمات شبکه لمر تاریخ 3/26/2023. از طرف شورای تجاران افغان مقیم امارات متحده عرب 1,000,000 افغانی، سهم امشب 33,000 افغانی. بنیاد خیریه اتاق تجارت بین المللی در افغانستان 600,000 افغانی، سهم امشب 20,000 افغانی. بنیاد خیریه HB 3,000,000 افغانی، سهم امشب 100,000 افغانی. بنیاد خیریه رحمانی 1,500,000 افغانی، سهم امشب 50,000 افغانی. شرکت هوایی کامیر 1,000,000 افغانی، سهم امشب 30,000 افغانی. حاجی نور محمد قادری تاجر ملی از ولایت بلخ 750,000 افغانی، سهم امشب 25,000 افغانی. الهاج حبیب الله پیرزاده رئیس مجتمع شرکت های ACCL انٹرنشنال 900,000 افغانی، سهم امشب 30,000 افغانی. عمر و شیلا از لس آنجلس امریکا 160,000 و 8,000 افغانی، سهم امشب 8,000 افغانی. احمدی از ولایت کابل 450,000 افغانی، سهم امشب 15,000 افغانی. بی بی حاجی از میرلند امریکا 300,000 افغانی، سهم امشب 10,000 افغانی. محمد قاسم امینی و فامیل آن از نروژ 150,000 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی. عبید رسولی از شهر آلکورف کالیفرنیای امریکا 83,883 افغانی، سهم امشب 10,000 افغانی. بی بی حاجی از تورنتوی کانادا 186,000 افغانی، سهم امشب 6,200 افغانی. بنیاد خیریه ندا زاهد 150,000 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی. منصور از کابل 150,000 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی. حاجی میرویس نصیری از هامبورگ جرمنی 60,000 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی. یک دوست از ادمنتون کانادا 180,544 افغانی، سهم امشب 5,044 افغانی. ارسلان علمیار پوپل 24,718 افغانی، سهم امشب 5,006 افغانی. بی بی حاجی نسیمه از سان فرانسیسکو کالیفرنیا 58,488 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی. بنیاد خیریه حبیبیار 1,200,000 افغانی، سهم امشب 50,000 افغانی. سمیه شریفی 18,910 افغانی، سهم امشب 6,750 افغانی. عمر حیدری 12,200 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی. بی بی حاجی نفیسه ابراهیم از لس آنجلس امریکا 15,924 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی. الهاج عبدالوکیل فرحت و خانمش از آلمان 49,500 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی. شمیم و خانمش از شهر اوشاوای کانادا 3,000 دلار آمریکایی، سهم امشب 100 دلار آمریکایی. حاجی گل و خانمش از بنکلین کانادا 3,000 دلار آمریکایی، سهم امشب 100 دلار آمریکایی. حبیب الله از خارج 14,000 دلار آمریکایی، سهم امشب 500 دلار آمریکایی. فامیل امیری از هامبورگ جرمنی 1,000 یورو، سهم امشب 50 یورو. و کارت مواد اولیه شامل آرد، برنج، روغن، چای سبز، بوره، لوبیا و غیره از طرف شرکت هجرت عزیزی در مجموع 444,000 افغانی و 700 دلار آمریکایی و 50 یورو مساعدت شده که تقسیم به دو حصه مساوی برنامه افطاری تلویزیون طلوع و برنامه روجمات تلویزیون لمر که سهم امشب برنامه افطاری 222,000 افغانی، 350 دلار آمریکایی و 25 یورو می باشد که این سهم به دو خانواده در برنامه افطاری به گونه مساوی تقسیم می گردد که سهم هر فامیل 126,000 افغانی می باشد. من آنچه در دست دارم ایراد تقدیم به مهمان خود می کنم به اضافه پولی که مهمان ما از خود می افزایند و همچنان کارتی از طرف بنیاد خیریه امید فردا. بفرمایید جناب سروری عزیز. خیر باشید. مادر جان خودم مریضتان شفا بده. 15,000 افغانی از طرف من اضافه شد. تشکر، زنده باشین. خداوند اجر نصیبتون. تشکر از آقای متیولای سرور و تشکر از اینکه آمدین مساعدت کردین. خداوند شما را کمک کنه. سلامت باشین. قربانتان، زنده باشین. خب کامرا در خدمت شماست. یک پیام 30 ثانیه‌ای. بچشم. یک چیزی که من می‌خوام یادآوری کنم، همیشه احترام به پدر و مادر داشته باشید. بله. راه کامیابی بهترین راهی که اگر میخواین در زندگیتان موفق و کامگار و کامیاب باشین، احترام و یا هم خدمت پدر و مادر را داشته باشین. تشکر. آب میوه 100% طبیعی نتروسی با طعمهای مختلف به بازار آمد. اول امتحان کو، بار بار نوش جان کو. نتروسی جوس واقعی. خوب هست که در آغاز هم ایره رفتیم و دوبار تکرار شد تا در دل تمیل کنین ما چیز نگرده. تشکر از مهمان ما. وقفه. با
پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید برای هر چیز زکات است و زکات بدنها روزه است. طاعات و عباداتتان قبول درگاه حق. سپاس از هموطنای ما که پول ارسال کردند، همچنان از همکارم که تا این قسمت از برنامه را پیش بردند، از مهمان ما که دعوت ما را پذیرفتند و امشب در برنامه با ما بودند، دست یک هموطن نیازمند ما را گرفتند. خداوند اجر و پاداش نصیبشان بکند. همچنان جا دارد تشکری کنم از شرکت صنعتی پامیر سیکلت، اولین و بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت در سطح افغانستان، و هموطنان ما که میخواهند بر ما پول ارسال کنند تا ما دست هموطنان نیازمند ما را بگیریم، میتونند به شماره های واتساپ مثبت 93 711 99 51 12 با ما به تماس شوند و پول ارسال کنند تا ما در برنامه فامیلای ما که واقعا مستحق و نیازمند هستند با خود داشته باشیم و کمک و مساعدت داشته باشیم. در برنامه با ما گروه شاپور برادزاده، گروه ندخوانی خادم با ما هستند. خوش آمدید میگیم ایشان را و همچنان نت زیبایی را با ما آماده ساختند به خانش میگیریم. با شنیدن این نت زیبا برنامه ما هم به پایان میرسد. تا دیدار بعد، بدرود. حمد خداوند کریم بر مؤمنین باشد شفا، نت رسول مدنی باشد زحم دهق گوان. مزمل استاق با مصطفی عربی، مرحبا مرحبا مصطفی عربی، اولین آخرین بهترین ترجمان، هاشمی مجتبی مصطفی عربی، بهایی ده شهیدا ستا پستن گو آغا، غم کپور تالما مصطفی عربی، یا محمد حبیب خدایی، نام پاکت مثال جهانی، یا محمد حبیب خدایی، نام پاکت مثال جهانی. سنتی ہے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہی کے رحمت نے امید بنائی ہے، کیا باتیں تیرے مجرم کیا باتیں بنائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیرے دعائیں، یا محمد حبیب خدائی، نام پاکت مثال جہانی، یا محمد حبیب خدائی، نام پاکت مثال جہانی، نور عز یزدان کے نامش محمد است، سردار رسولان کے نامش محمد است، غمگین مباش هیچگاه بیچاره قابل بایی، دوزداری یار انسان.